بسم الله الرحمن الرحيم. إعلامية وزارة معارف إمارة إسلامية أفغانستان بمناسبة آغاز سال تعليمي 1403. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أما بعد، أول تر أسهما تحبي پیامبر عظيم إسلام ومعلم بزرگ بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم را حضور علماء كرام، مدرسين، معلمين، شاگردان، طالب العلمان وبرای تمام مسئولين ومنصوبين وزارة معارف تقدم میکنیم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدربار اعلی تعالی نظرانه عقیدت و شکر ادا می نماییم که یک بار دیگر الحمدلله تحت سایه نظام اسلامی در فضای مملو از خوشی و امنیت سال تعلیمی 1403 را آغاز می نماییم. از درگاه الله متعال می خواهیم و دعا می کنیم که این سال تعلیمی را برای کشور عزیز و ملت قهرمان ما سال خوشی های مزید آرامی و سعادت داشته باشد. با اختناب از فرصت می خواهیم که از ادرس مقام وزارت معارف چند موضوع مهم و ضروری را با علماء کرام، مدرسین، طالب العلمان و شاگردان شریک سازیم. با کمال احترام از تمام علماء کرام، مدرسین و معلمین تقاضا می کنیم تا در بخش عرضه خدمات تعلیمی و تربیه با کیفیت، تعلیم و تربیه با کیفیت عادلانه و متوازن در روشنی طرز العمل ها و پروگرام های مطرحه وزارت معارف تلاش نموده تا اولاد وطن را با عقیده اسلامی و اخلاق نبوی آراسته سازند، تا باشد کادرها و متخصصین متحد به اهداف خدمت به وطن، به خدمت به وطن، به جامعه تقدیم نمایند. برای مسئولین و منصوبین وزارت معارف در مرکز و ولایات هدایت داده می شود تا به توجه به وضعیت اقتصادی کشور از داشته های مادی و قوای بشری موجوده استفاده مؤثر نموده و در زمینه حفاظت از بیت المال و کنترل در مصارف و سرپجویی در بودجه تلاش و توجه جدی نمایند. شاگردان و طالبان عزیز کشور را فرا می خواهیم تا به دروس خیش کوشش و زحمت زیاد کشیده وقت خود را بیهوده ضایع نسازند، به معلمین، والدین و بزرگان خود احترام نموده و از آنها اطاعت نمایند و به اصول اسلامی، ارزش های ملی و منافع و مصالح اولیای کشور متحد باشند. وزارت معارف امارت اسلامی افغانستان متحد است که با تمام نکات کشور و از جمله مناطق دوردست و محروم و برای فرزندان مهاجرین خدمات معیاری و متوازن تعلیمی و تربیتی را انجام دهد. معیاری سازی و تعمیم تعلیم نکته مهم استراتژی تعلیمی وزارت معارف می باشد که من بعد نه تنها به کمیت بلکه به کیفیت تعلیم نیز تمرکز و توجه صورت می گیرد. وزارت معارف سعی می نماید که در سال تعلیمی آینده برای معلمین و کارمندان اداری این وزارت سمینارها و ورکشاپ های ارتقای ظرفیت دایر نماید. وزارت معارف در نظر دارد تا به توجه به امکانات بودجوی در راستای ترمیم و بازسازی تعمیرات مدارس و مکاتب، تامین آب صحی برای شاگردان، ایجاد محیط سبز و سایر نیازمندی های شاگردان رسیدگی نماید. از متنفذین قومی، شخصیت های اهل خیر، تجار ملی و نهادهای خیریه بین المللی می خواهیم که از کمک های مادی و معنوی خیش به وزارت معارف دریغ نورزیده و در راستای تقویه خدمات کمی و کیفی تعلیمی به همکاری های خود با وزارت معارف ادامه دهند. از عموم مردم بلاخص والدین شاگردان، علماء کرام و بزرگان ملت خواست ما این است که به هدف ادا نمودن رسالت بزرگ تعلیمی و تربیتی برای نسل جوان کشور با این وزارت همکار بوده و فرزندانشان را به مدارس و مکاتب و سایر مراکز تعلیمی شامل نمایند. از کادرهای مسلکی و فنی کشور
با بخصوص متخصصین تعلیم و تربیه می خواهیم تا مشوره ها، تجارب و رهنمایی هایشان را در زمینه معیارسازی نظام معارف با مسئولین و منصوبین وزارت معارف در میان بگذارند. به تمام معلمین و شاگردان هدایت می دهیم که صورت و سیرت خیش را با اصول اسلامی وفق داده و از پوشیدن لباس هایی که با اصول اسلامی و عنعنات افغانی در تناقض باشد اجتناب ورزند. در آخر یک بار دیگر از درگاه الله تعالی در سال نو تعلیمی برای شما خوشی، رفاه، سعادت و موفقیت های مزید استدعا می نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحاج مولوی حبیب الاغا، سرپرست وزارت معارف. له توجه څخه ډیره مننه. د مجلس په دې برخه کې د کابل ښار د ریاض العلوم مدرسې د ترانې د ټیم ګرانو او محترمو غړو ته بلنه ورکوو تر څو ستیج ته تشریف راوړي او خپله ترتیب کړې په زړه پورې ترانه ستاسې درانه حضور ته وړاندې کړي. د کابل ښار د ریاض العلوم مدرسې د ترانې د ټیم محترم او ګران غړي.